بدانید از ایزد چار ساز، نگردید خود هیچگه بی نیاز. به غیر از خداوند رب جهان، کسی نیست فرمان روای زمان. پس این موهوم ولی عصر چیه؟ که ملت ها را به وسیلش خر کرده اید و عرضم از رد، مردم را به وسیلش ابله کرده اید، پیروانتون و مقلدانتون، تاریخ را به وسیلش آشفته کرده اید و بلجن مالیده اید، اسلام را به وسیلش رسوا کرده اید و مسلمانان را به وسیلش مبتلا کرده اید. این چیه؟ ما انتقام آبا اجداد اونو میگیریم، انتقام آتشکده رو میگیریم، انتقام کلیسه تو میگیریم، انتقام کلیسا رو میگیریم. ما کار خودمونو میکنیم، الان شما نمیفهمید ما چه کار کنیم. راست میگه، اون کار خودش میکنه، حرفش درسته، ما نمیفهمیم. مشکل رو خودمونه، مشکل در میان مردمه، مشکل در میان مسلمان هاست. اون کار خودشو میکنه و هر منافق این کار اینطوره، هر نیرنگ بازی اینطوره، هر شیادی اینجوریه. شیخ مدرسه گفت به همارش، هر که میشود خر میشوند سوارش. اینها قبل از اینکه بیان به قدرت برسن، قرنها طول کشیده تا انسان و انسانیت انسان رو به ابتذال کشوندن، عقل رو خراب کردن، وجدان رو خراب کردن، دین رو خراب کردن، تاریخ خراب کردن با فرنگ سازی های متنوع. بعد خب نتیجهش این میشه دیگه. لیکن قرآن همچون نوری در میان مردم میدرخشه. اینجاست که قرآن میگه هر کسی این کتاب پشت سرش بذاره خار و ذلیل میشه. مسلمان ها عموما و مسلمانان ایرانی خصوصا پنج قرن که با این کتاب خداحافظی کردن، اونا به وسیله آخوند، وسیله خداحافظیشون مرجع و آخوند و مولا و قبر پرست و امام پرست بوده و یک شیادی عجیب تاریخی و یک نیرنگ بازی عجیب تاریخی. خب پشتر گذاشتن ببینیم چه مبتلا شدن به پالیسی و به قبلیسی. رمال تهران میشه قبر میدیسه، فیلسوف نمیدونم، فیلسوف افتابه، فیلسوف تمساه، این میره پاشو میدیسه. شما در دنیای غرب یک همچین منظرهایی رو میبینی؟ دین ندارن ولی آزادن، در دنیاشون آزادن، دین رها. چه کار خوبی کردن که دینشون همچنین بودا، دینشون اینچنین بود. ولتر میره پای کیه اون پاپ رنان بود فکر کنم، چپ روسی میکرد،